در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا ضمن اطلاع از آمارهای ویروس کرونا، اخباری درباره منفی شدن بهای نفت آمریکا، گمان زنی ها درباره وضعیت سلامت رهبر کره شمالی، تلاش ها برای تایید هویت رهبر جدید داعش، پایان بن‌بست سیاسی در اسرائیل و حمله مسلحانه مرگبار در کانادا را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار مربوط به ویروس کرونا. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 2 اردیبهشت تعداد مبتلایان کووید 19 در سراسر جهان از 2,500,000 نفر عبور کرده. بیش از 650,000 نفر بهبود یافتند و تعداد قربانیان نیز از 171,000 نفر فراتر رفته است. تعداد قربانیان آمریکا از مرز 42,000 نفر عبور کرده است. در ایتالیا بیش از 24,000 نفر بر اثر ویروس کرونا جان باختند و تعداد جان باختگان در اسپانیا و فرانسه نیز به ترتیب از مرز 21 و 20,000 نفر فراتر رفته است. آمریکا با بیش از 790,000 مبتلا در صدر تعداد مبتلایان قرار دارد. تعداد مبتلایان اسپانیا از مرز 200,000 نفر عبور کرده و ایتالیا با بیش از 180,000 مبتلا در رده سوم قرار دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته در 14 روز آینده مشخص می شود که تأثیرات مربوط به کاهش تمهیدات مربوط به قرنطینه باعث افزایش شمار مبتلایان خواهد شد یا خیر. در این کشور حدود 148,000 نفر به کووید 19 مبتلا شده اند و تعداد قربانیان نیز به 5,000 نفر نزدیک می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد با در نظر گرفتن حمله از سوی دشمن نامرئی یعنی کووید 19 و نیاز به حفاظت از مشاغل شهروندان آمریکایی، تصمیم دارد با امضای قانونی مهاجرت به آمریکا را به طور موقت متوقف کند. منفی شدن بهای نفت آمریکا برای نخستین بار در تاریخ. در جریان معاملات روز دوشنبه قیمت هر بشکه نفت پایه وست تگزاس برای تحویل در ماه می برای نخستین بار در تاریخ به منفی $39.55 رسید. قیمت منفی برای نفت به این معنی است که تولید کننده های آمریکایی نه تنها آماده تحویل رایگان محموله های نفتی به مشتریان هستند، بلکه حاضرند تا $39 به ازای هر بشکه پول بدهند تا محموله ها روی دستشان نماند. با وجود توافق کشورهای تولید کننده عضو اوپک پلاس برای کاهش 9.7 میلیون بشکه روزانه نفت، بازار جهانی همچنان تحت تأثیر کاهش تقاضای ناشی از بحران کرونا و پر شدن پی در پی ظرفیت فضاهای ذخیره سازی نفت در کشورها به سقوط خود ادامه می‌دهد. قطعنامه سازمان ملل درباره دسترسی عمومی به واکسن کرونا. روز دوشنبه 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای درباره در دسترس قرار گرفتن عمومی واکسن ویروس کرونا تصویب کردند. طبق این قطعنامه هر واکسنی که برای مقابله با کووید 19 ساخته شود باید به شکل منصفانه، مؤثر و به موقع در دسترس قرار گیرد. این قطعنامه همچنین بر نقش مهم و برجسته سازمان جهانی بهداشت در مبارزه با ویروس کرونا که با انتقاداتی از سوی واشنگتن روبرو شده بود تاکید کرده است. گمان زنی ها درباره وضعیت سلامتی رهبر کره شمالی. کانگ مین سئوک، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گونه فعالیت غیر معمول در کره شمالی در رابطه با نامناسب بودن وضعیت سلامت رهبر کره شمالی وجود ندارد. به تازگی یکی از مقامات آمریکایی گفته بود اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد سلامت کیم جونگ اون در پی یک عمل جراحی در وضعیت خوبی قرار ندارد. حالا مقامات کره جنوبی اعلام کردند که نمی‌توانند در زمانی کوتاه صحت این ادعا را تایید کنند. حضور رهبر جدید داعش در عراق و تلاش برای تایید هویت او. روز دوشنبه اسپوتنیک به نقل از شبکه السومری نیوز اعلام کرده ابو ابراهیم القراشی که پس از کشته شدن ابوبکر البغدادی به عنوان رهبر جدید گروه تروریستی داعش انتخاب شده بود در عراق حضور دارد و تیمی از عراق و آمریکا در حال تایید هویت او هستند. سرویس‌های امنیتی عراق در حال انجام عملیات‌های ویژه‌ای برای شناسایی محل اختفای تروریست‌ها در چند استان عراق هستند. توافق گانتس و نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی. بنی گانتس، رهبر حزب آبی و سفید، و بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود بالاخره بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق رسیدند. طبق این توافق، نتانیاهو 18 ماه نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند و گانتس
به عنوان وزیر دفاع فعالیت خواهد کرد و سپس جانشین نتانیاهو خواهد شد. در یک سال گذشته 3 انتخابات در رژیم صهیونیستی برگزار شد، اما هیچ یک از ائتلاف‌های سیاسی نتوانسته بودند بر سر تشکیل کابینه به توافق برسند. مرگبارترین حمله مسلحانه کانادا در 30 سال اخیر. در جریان تیراندازی فردی مسلح در استان نوا اسکوشیا دست کم 16 تن جان خود را از دست دادند. زارب کشته شده و از انگیزه او هنوز اطلاعی در دست نیست. مظنون فردی 51 ساله است که لباس پلیس به تن کرده بود و طبق اعلام پلیس کانادا این فرد در طول 12 ساعت دست کم 16 نفر را در مکانهای مختلف به قتل رسانده است. طبق اعلام پلیس این پرونده به عنوان حادثه تروریستی مورد بررسی قرار نمی گیرد. این حادثه مرگبارترین حمله مسلحانه طی 30 سال اخیر در کانادا است.